حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کشورش همه کار را خواهد کرد که زیارتگاه‌های مقدس برای شیعه مذهبان در عراق را از دست تندروانی سنی مذهب محافظت کند. حسن روحانی ضمن سخنرانی در شهر خرم‌آباد در نزدیکی مرز با عراق گفت کربلای عزیز، نجف عزیز، کاظمین عزیز و سامرای عزیز به همه قدرت‌ها و به مزدورانشان و به آدمکشان و تروریست‌ها اعلام می‌کنیم که ملت بزرگ ایران برای دفاع آنها هیچ کوشش را دریغ نخواهد داشت. حسن روحانی افسود مردم زیادی در ایران نوشتند که بروند و مکان‌های مقدس شیعه مذهبان در عراق را محافظت کنند و تروریستان را سری جایشان بنشانند. بیانیه حسن روحانی در حال صدا داد که تندروان شریک القاعده در عراق بعد اشغال بسیاری از مناطق سنی نشین کشور به سمت پایتخت و شهر بغداد حرکت میکنند و موضوع مصاحبه روز در همین باره است و با همکارم حسن جعفری از رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی. آقای جعفری، راجع به جزئیات پیام حسن روحانی میگفتید و هم دایر به اون که این پیام چی معنی دارد، یعنی ایران حاضر است برای مقابله با تندروان در عراق به این کشور نیرو بفرستد؟ با سلام، سخنرانی آقای روحانی در یکی از سفرهای استانیش انجام شده، یعنی در جمع مردم که اونجا معمولا نوع صحبتهایی که رئیس جمهورها در فضای مردمی انجام میدن کمی متفاوت هست با صحبتهایی که لحن دیپلماتیک بیشتری داره و معمولا اونها به صورت رسمی برداشت میشه. در جمع مردم لرستان، یکی از استانهای ایران، آقای روحانی گفتن که ما آمادگی کامل داریم، مردم تومارها و کاغذهای زیادی جمع آوری کردن، امضا کردن و گفتن که ما میتونیم بریم به شهرهایی از عراق که مکانهای مقدس شیعیان قرار داره، اما این امر رو دوبار تکرار کردن آقای روحانی که ما مطمئن هستیم که نیروهای امنیتی خود عراق قادر خواهند بود، توانا خواهند بود که این مشکل و این بحران فعلی رو حل بکنن به نوعی. و گزارش بود که ایران و آمریکا میخواهند در باره اعتدال آوردن وضع در عراق مستقیما با هم وارد مذاکرات شوند. این کار شدنی هست تا جایی رسید؟ در دو سه روز گذشته گزارش های متفاوت و متعددی بوده در این مورد. ابتدا برخی از رسانه ها مثل وال استریت جورنال گفتند که برخی مقام های آمریکایی اعلام آمادگی کردند. بعد از اون جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتش که ما آمادگی کامل داریم برای گفتگو با ایران. ایران بعد این مسئله رو رد کرد، چون اگر بدونید در حال حاضر در وین گفتگوهای هسته‌ای و اتمی بین ایران و شش کشور جهانی در حال برگزاری هست. گفته شد که شاید در حاشیه این گفتگوها به مسئله عراق هم پرداخته بشه. ابتدا ایرانی ها رد کردند، گفتن نه، اونجا فقط در مورد مسئله اتمی صحبت خواهد شد. در نهایت چیزی که آمریکایی ها گفتن اگر ما بخوایم با ایرانی ها در مورد عراق صحبت بکنیم فقط و فقط در مورد همکاری های غیر نظامی خواهد بود، در مورد مسئله نظامی ما حاضر نیستیم با ایران صحبت بکنیم. یکی از دلایل این هست که خود دولت اوباما در داخل خاک آمریکا با چالش ها و مشکلات جدی از طرف رقیبان جمهوری خواهش روبرو هست و اونها دولت اوباما رو متهم کردن که ظرف 3 سال گذشته و بعد از خروج از عراق عملا دولت عراق رو سپرده به دست ایران و ایران نفوذ زیادی داشته، اتهامی که البته ایران اون رو رد کرده. و پیشرفت جنگجویان دولت اسلامی عراق و شام در عراق برای ایران چی پیامد داشته میتونه؟ پیامد جدی که مرتب مسئولان ایرانی رد کردند، یعنی گفتن که اینها به هیچ وجه جرأت و توانایی این را ندارند که به مرزهای ایران نزدیک بشن. آنچه که در داخل عراق هم گزارش ها اون رو تایید میکنه همینطور هست، یعنی اونها از شمال عراق قسمت های از مناطق غربی رو گرفتن، تحت تصرف در آوردن و با مرز ایران فاصله زیادی دارن. تنها شهری که نزدیک به مرز ایران هست شهر بصره، اونجا عملا داعش یا همین دولت اسلامی عراق و شام فعالیتی نداشته، ولی با این همه بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اون چیزی که به نام نیروی قدس معروف است، یعنی تکاوران و نیروهای نخبه از سپاه پاسداران، گفته شده که فرمانده این نیرو قاسم سلیمانی، جنرال قاسم سلیمانی در حال حاضر در عراق هست، عملا عملیات نظامی و مدیریت نظامی دولت عراق رو او داره مدیریت میکنه. تشکر. حسن جعفری همکارم از بخش فارسی رادیو آزادی رادیوی فردا صحبت میکرد.